خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرا. در خصوص افشای اسنادی معروف به پاندورا که چند روز پیش خبرش رو گفتیم، واکنش های متفاوتی دیده شده، از عدم توجه به این اخبار تا تکذیب اونها. آناستاسیادیس، رئیس جمهور یونانی قبرس، هم اعلام کرده که این اسناد مربوط به مؤسسه حقوقی هست که اون از سال 1997 دیگه با اون کار نکرده و در نهایت گفته چیزی بر علیه اون وجود نداره. بر اساس داده های مؤسسه آمار قبرس شمالی، میانگین شاخص قیمت مصرف کننده در 9 ماه گذشته 16.46% و به طور سالانه بیش از 21% افزایش داشته. بیشترین افزایش قیمت در ماه سپتامبر 2021 با بیش از 95% مربوط به گروه تحصیلی و آموزشی بوده و در کل مقایسه قیمت‌ها با مدت مشابه ماه قبل، در مجموع میانگین قیمت 378 قلم کالا افزایش و 137 قلم کالا هم کاهش پیدا کرده و قیمت سوخت برای چندمین بار در ماه‌های اخیر مجدد گرون شد. قیمت نفت سفید 70 کروش و بنزین و گازوئیل 49 کروش افزایش پیدا کردن، یعنی بنزین اکتان 98 شده 7.99، بنزین با اکتان 95 7.84، گازوئیل 7.30 و نفت سفید 7.27. مونال استل، وزیر بهداشت قبرس شمالی، در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون در قبرس شمالی اظهار داشت 80% بیماران کرونایی بستری در بیمارستان اورژانس واکسینه نیستند. واکسن موارد مرگ و میر رو به شکل چشمگیری کاهش میده. در زمینه واکسیناسیون افراد با دوز اول به هدف خودمون، یعنی واکسینه شدن 70% جمعیت جامعه، رسیدیم. نزدیک به 267,740 نفر، یعنی بیش از 70% جمعیت قبرس شمالی دوز اول و 242,772 نفر هم دوز دوم رو دریافت کردن. تزریق دوز سوم واکسن به گروه سنی 50 سال به بالا شروع شده و به زودی تزریق برای گروه سنی 40 سال به بالا هم آغاز میشه. در چارچوب پروتکل همکاری مالی اقتصادی بین قبرس شمالی و ترکیه، مبلغ 11 میلیون لیر کمک مالی بلاعوض به قبرس شمالی اهدا شد. از این مبلغ 3 میلیون لیر به بخش صنعت، 3 میلیون لیر به بخش کشاورزی، 3 میلیون لیر به بخش گردشگری و 2 میلیون لیر هم به کارآفرینان اختصاص پیدا کرد. و انجمن شرکت‌های بیمه قبرس شمالی درخواستی مبنی بر افزایش 30% حق بیمه خودرو به وزارت دارایی ارسال کردند. باید ببینیم دارایی چی میگه. 10,497 نفر تعداد مبتلایان جدید کرونا در ایران و متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 216 نفر دیگه از هموطنانمون رو از دست دادیم. و حرف آخر امروز این که بریم یه فیلم قدیمی ببینیم. خب بیت کوین، من بهش میگم ملکه بیت ها، بیت کوین یه واحد پول الکترونیکیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام برم به کوچه‌الگاه از شما بخرم، به جای اینکه دلار یا ریال یا تومان به شما بدم، میگم مثلا 10 تا بیت کوین به شما میدم، شما میگید پس میگم بیت کوین باشه، شاید هم بیت کوین باشه. بیت کوین کارش یعنی سکه بیتی. اگه کوین بخونیم میشه ملکه بیت، اما بیت کوین بخونی یعنی سکه بیت. من اینو بگم که خیلی ایشون شدن مشاور عدالت اقتصادی وزیر اقتصاد. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.